الفرجهم. اما من کی پی بردم که نظام دجالی نظام باطله؟ خیلی وقته، باور کنید من ایران بودن هم من نماز میخوندم سجده میکردم اینا رو نفرین میکردم. من در ایران بودم چون از اولم من ظلمهای اینا را شنیده بودم، از اول من خیلی به اینها نظر خوب داشتم. اون زمانی که ما کوچیک بودیم نظر به اینها من خیلی نظر مساعد داشتم، ما مثل بقیه مردم فکر آقای خمینی مثلا. اما خب از این طرف آقای خویی اینا را هم شنیده بودیم، اینا را هم تعریف میکردن. اما آقای خمینی رو میگفتیم عجب مرد انقلابی، عجب مرد خوب، اسلام خوبه. هر کسی مثلا جمهوری اسلامی بعد میگفت ناراحت میشدیم، اینطوری بود. بعد دیگر اما خب در این حال ظلم های اینا را میشنیدیم، تعجب میکردیم که چطور میتونه یک نظام اسلامی باشه در رأسش روحانیت باشه. خب این ظلم ها خیلی راحته برای اینا نکنند، خیلی راحته برای اینها نکنند. خب این در دل ما بود تا یواش یواش مثلا ادله را دیدیم، اینها را دیدیم، متوجه شدیم که نه اینا اصلا فاسقن فاجران، اصلا اینها عمدن دشمن دینن. من اون زبان که در ایران طلبه بودم متوجه شدم که اینا عمدن دشمن مذهبند، دشمن یعنی واقعا برای من یقین حاصل شد که اینها این کارهایی که میکنن اینها نه از باب این که سوء سلیقه باشه، نه اینا عمدن دشمن مذهبن. اینا خامنه ای و دارالسه اینا اصلا دشمن مذهبن. اینا کسی که یکم توجه بکنه دقت بکنه معلوم میشه. بعد احادیث و روایات را هم که دیدیم دیگه اونا خیلی واضح و روشن بود. لذا بینندگان محترم اینا خیلی معاندن با مذهب مخالف. اصلا شما ببینید دوستان عزیز همین امشب مناظره امشب را، والا اگر کسی بگه مثلا رستمی آدمی اطلاعاتش کم بوده، رستمی یک ماه وقت داشت که آمادگی بگیرد. موضوع رو هم خودش گفت حکومت اسلامی، من گفتم ولایت فقیه، گفت نه حکومت اسلامی. خیلی حکومت اسلامی. حالا کسی هم بگوید که رستمی ضعیف بوده، حالا یک مرد دیگر از اینا پیدا بشود بیان بکند همون احادیثی که در حکومت اسلامی رسیده که چطور حکومت اینا اسلامی آخر یا حکومت اسلامی در احادیث و روایات شاخصه اش چیست؟ کجایش آمده؟ یک کسی مثلا در مسائل زکات، مثلا برنج زکات نداره بگه زکات دارد، این خب فسقه، اصلا کفره، بدعت، اصلا کفره، بدعت موجب میشه آدم در آتش جهنم برود. در یک مسئله جزئی در باره برنج مثلا فتوا بده از پیش خود فتوا بده. حالا در سایر ابواب اینطوری همینطور. حالا شما آمدید 35 سال، بلکه از اول انقلاب آقای خمینی اگر حساب بکنید 50 60 ساله که این فتنه عظیم را در ایران، خارج از ایران، در عالم بپا کردن به نام انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی. و هر کی با اینا مخالفت بکنه میگن محارب، فورا اعدام، اعدام، مفسد فی الارض، اعدام. هر کی با اینا مخالف باشه. بعد از اون طرف بله بر از اول قبل از اینکه اعدامم بکنن چیکار میکنن؟ او رو میان از اعتراف میگیرن. اینقدر کتک میزنن که یارو یا اگر کتک زد تاثیر نکرد زنش رو میاره براش جلو چشمش، میگه اعتراف میکنی یا زن تو فلان کار بکنیم جلو چشمت. خب او یارو هر کسی باشه میگه اعتراف میکنه. اون وقت اعتراف میکنه که من لواط کردم، من شراب خوردم، من رو آمریکا پول دادم، من رو فلان کردم. خلاصه قبل از اعدام کردن اون ویدیوش هم پخش میکنه، آبروش هم بره. 35 40 ساله که این کار رو میکنه اینا، این ملائین. امشب شما دیدید بینندگان عزیز، من گفتم یک حدیث بیار که امام علی مصطفی فرموده باشه تشکیل حکومت بدهید، یک حدیث بیاور که حکومت اسلامی، ریاست جمهوری، انتخابات، مجلس خبرگان نیست، یک چیزی که دلالت بکنه بر ساختار حکومت اسلامی. هیچ، یک کلمه نداره، یک کلمه، همش دروغ، همه اش کذب، همش افترا، همش بدعت. پس شما به من بگو خامنه‌ای مسلمانه، خب معلومه که کافره، این نجس ملعون، کافر. بله حالا، بله حالا علمای قم جمع بشید بین خود جلسه بگذارید. اگر مردید جواب مرا بیارید، اگر مردید شما جواب مرا بیارید، ببینیم که چه جواب دارید شما جماعت لامذهب. سلام علیکم، بفرمایید.